شما با پروگرام دری رادیوی اسپیس هستید گزارشات عالی را در اسپیس دری پیدا کنید با عرض سلام مصاحب صاحب شکیب شما را به شنیدن خلاصه از مهمترین اخبار امروز 14 همه ماه نوامبر سال 2024 دعوت می سلرازم انتونی البنیزی می گوید که ترویج تجارت در وقت اشتراک او در کنفرانس همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک معروف به اپیک در پیرو اولیت خواهد داشت. انتخاب دونالد ترامپ موج از نگرانی ها را در حلقه های دیپلماتیک ایجاد کرده و بیم آن می رود که پالیسی های او در قسمت روابط تجارتی با تاکید اولی بر منافع امریکا و تعرفه هایش بر واردات می تواند ده میلیارد دلار زیان را به اقتصاد استرالیا به با بار آورد. آقای البنیزی می گوید که کار کردن با همکاران بین المللی و ترویج روابط قویتر تجارتی هیچگاه مهمتر از این زمان نبوده است. پیتر داتن رهبر جناح مخالف ادعا می کند که ورود آخرین کشتی غیر مجاز به قلم شمالی استرالیا نشانه این است که قاچاقچیان مردم استرالیا را آسیب پذیر و قابل نفوذ می دانند. این اظهارات پس از آن به عمل آمده که چهار طبعه خارجی روز دوشنبه یازده نومبر در جزیره کروکر در قلمرو شمالی پیدا شدند این اشخاص قبل از آن که توسط جنگلبانان بومی در آن ناحیه کشف و به توقیف پلیس برده شوند در امتداد ساحل در حال قدم زدن دیده شده بودند یک گزارش جدید در مورد درج تجربه 3000 زن مهاجر دارای ویزه های موقت دریافته است که 51 فیصد این زنان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. 75 فیصد این زنان این حوادث آزار و اذیت را به خاطر گزارش ندادند که می ترسیدند کارشان را از دست خواهند داد و ویزهشان لغو خواهد شد. اتحاد نیو ساوت که این گزارش را تهیه کرده می گوید سنایه که در آن آزار و اذیت جنسی زنان مهاجر در محل کار بلندترین میزان را داشت شامل سنت باغداری، هتل و مهمانداری، پرچون و بخش پاککاری بود. در اثر چپه شدن یک بس حامل مهمانان یک در یک منطقه کوهستانی در شمال غرب پاکستان حد اقل 18 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستان میگویند که در این بس در حدود سی نفر به شمول عروس و داماد سوار بودند و حادثه در منطقه چکوال از مربوطات گلگت رخ داد. آنها گفتند که این بس زمان بعد در را سقوط کرد که از گلگت آزم ایالت پنجاب بود. گزارش ها می که مقامات طالبان در ولایت ننگرهار مسئولین ادارات دولتی را از گرفتن و نشر عکس و همچنان مصاحبه تصویری با رسانه ها منع کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه با ابراز نگرانی به خاطر افزایش این گونه محدودیت ها در افغانستان گفته است که این محدودیت ها بر اجراعات رسانه ها و دسترسی مردم به اطلاعات اثر منفی خواهد داشت. ممانعت های مشابه در چند ولایت دیگر به شمول قندهار هلمند تخار و بادغیس نیز قبلا مورد اجرا قرار گرفتند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست اقلیمی کاپ 29 در آذربایجان بر رهبران جزایر کوچکی در خطر زیر آب شدن گفته که آنها حق دارند قهر باشند اعضای کشورهای کوچک جزیره‌ای که از بدترین اثرات تغییر اقلیم بیشتر از کشورهای دیگر متاثر شدند بر رهبران جهان فشار آوردند تا بر یک هدف یک تریلیون دلاری تمویل مالی اقلیمی به منظور انجام اقدامات فوری جهانی و تضمین عدالت برای کشورهای آسیب پذیر توافق کنند. گوترش میگوید گوید مهم است که مذاکرات در کنفرانس اقلیم کاپ 29 منجر به یک توافق منصفانه و جدی گردد. این بود خلاصه ای از مهمترین اخبار از برنامه دری در اس بی اس آدیو. شما می توانید گزارش های بیشتر درباره موضوعات گوناگون گون را در وبسایت ما به آدرس اس بی کام دری بشنوید و بخوانید. می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ به این گزارشات از طریق اپل پادکاست گوگل پادکاست سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را میگیرید گوش دهید